بسم الله الرحمن الرحیم. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. چون در تفسیر دارالسلام دو وجه بود، یکی این که منظور دارالسلامت و العافیت و الامن است که همون بهشت مراد باشد، و تفسیر دیگر این که سلام برابر بخش پایانی سوره مبارکه 8 یکی از اسماء حسنا ذات اقدس اله است، در نتیجه دارالسلام می شود دارالله و بهشت را دارالسلام گفتند که این اضافه تشریفی باشد، نظیر این که کعبه را بیت الله گفتند که اضافه تشریفی باشد. اگر منظور از این سلام اسمی از اسماء حسنای حق باشد، مرجع ضمیر در وهو ولیهم هم میتواند رب باشد هم میتواند سلام، ولی اگر منظور از سلام همون سلامت و عافیت باشد، مرجع ضمیر فقط رب است. اگر چنون که طبق بعضی از نقلها سلام چون اسمی از اسماء الهی است و بهشت را دارالسلام گفتن تشریفاً، اونگاه سلام که یکی از اسماء حسنای تعالی است، سلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، اگر کسی در تحت ولایت سلام بود، نتیجهش هم جز این نخواهد بود که جاء ربه به قلب سلیم و مانند اون خواهد شد. زیرا اگر کسی تحت ولایت سلام بود، اون مولایی که سلام است مولا علیه خود را سلیم می پروراند. مطلب دیگر آن که معشر گرچه بر گروه و جمع دلالت میکند، اما مفردی از لفظ او نیست. معاشر میشود جمع معشر باشد، ولی خود معشر که دلالت بر جمع دارد مفردی از خود ندارد. به هر جمعی نمیگویند معشر. اون جمعی که در اثر راه مشترک، هدف مشترک با هم معاشرت دارند و در عشرت و زندگی مشترک به سر میبرند، به چنین گروهی گفته میشود معشر. مثل اینکه به هر گروهی هم نمیگویند امت، مگر اینکه یک امام و امام و مقصد و پیشوای خاص داشته باشند. معشر به چنین گروهی گفته میشود، و اینا چون معاشر هم بودن، هدفشون یکی، راهشون یکی، از این جهت معشر گفته شد. مطلب سوم آن است که اینکه فرمود قد استکثرتم من الانس، نظیر آن است که فرمود قد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تكونوا تعقلون، یعنی این شیاطین جن استکثار کردن، یعنی گروه کثیری از انسانها را به تباهی کشوندن. مطلب چهارم آن است که اینجا اون رهبران اغوا و اضلال زیر سوال قرار گرفتن ولی جوابی ندارد. اینها مسئولن ولی زیر دستانشون که تابع اینها هستن پاسخ میدن. وقتی سوال ذات اقدس اله، سوال توبیخی و اعتراضی متوجه معشر جن شد، همونها باید جواب بدن، ولی جواب اونها در این آیه نیامده. یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، که این سوال توبیخی است، ولی اونها جواب نمیدن، پیروانشون جواب میدن. مطلب بعدی آن است که این جریان محاوره و مناظره‌ای که بین تابعین و متبوعین است، در موارد متفرقه آیات قرآن کریم به صورت‌های گوناگون ظهور کرده که بعضی از اینها در نوبت‌های قبل بحث شد. یک مشاجره اینها با یکدیگر دارند که کلما دخلت امتون لعنت اختر،
و یک احتجاج هم با یک دیگر دارن که متابعان به ذات اقدس اله میگوین ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فأضلونا السبیلا آتهم ضعفین من العذاب. اونگاه متبوعین به این سؤال تابعان جواب میدن که شما راه را تشخیص دادید و عمدن بیراه رفتید، برای اینکه انبیا و اولیا شما را به فضیلت دعوت کردند، فطرت و عقل شما را به خیر و حق هدایت کردند، ما هم شما را دعوت کردیم، می‌خواست نیایید. چه اینکه اساره این سوال و جواب بین شیطان و بین پیروان شیطان در قیامت برقرار می‌شود. در سوره مبارک ابراهیم آیه 21 و 22 این است: و برزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. تابعان و مسبوعان میگویند که ما در اثر اغوای شما به دنبال شما حرکت کردیم، امروز کاری از شما برمیاد که مشکل ما را حل کنید؟ اونگاه مطبوعها به تابعان میگوین قالوا لو هدانا الله لهدیناکم سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص. اگر توفیقی از خدا نصیب ما بشود در اینجا، ما مشکل شما را حل میکنیم، ولی الان چه ناله بکنیم چه ناله نکنیم برای ما بی تفاوت است. و اینکه در دنیا ما به انبیامون گفتیم سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، در دنیا به رهبران الهی گفتیم چه ما را موعظه کنید چه نکنید، ما حرف شما را گوش نمیدیم. الان هم چه ناله بکنیم چه ناله نکنیم، از جهنم و از عذاب بیرون نمیاییم. اونگاه و قال الشیطان لما قضی الامر، یعنی بعد این که داوری به پایان رسید، هر کسی برابر حجتی که داشت احتجاج کرد و تمام حجج جمع‌بندی شد، تبهکاران به دوزخ رفتن و وارستگان به بهشت، وقتی امر تمام شد اونگاه شیطان میگوید ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا مستخکم ولا انتم مستخین انی کفرتم ما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب الیم. شیطان میگوید به اینکه خدا دعوت کرد، انبیا دعوت کردن، فرشتگان دعوت کردن، عقل فطرت شما رو دعوت میکرد، منم دعوت کردم. خب میخواستید از دعوت اونها رو گوش بدید، من که سلطنتی بر شما نداشتم که. امروز هیچ کدام از ما بر شما یعنی تابع و متبوع مشکل دیگری را نمیتوانیم حل کنیم، هر کسی گرفتار عذاب خود خواهد بود. این مشاجره گرچه با گفتار شیطان پایان میپذیرد، ولی همچنان اینها یکدیگر را به زشتی نام میبرند. آیه 25 سوره مبارک عنکبوت این است که وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودت بینکم فی الحیات دنیا ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض و یلعن بعضکم بعضا و مأواکم النار و ما لکم من ناصرین و اگرم وارد جهنم بشوند باز کل ما دخلت امتون لعنت اختم. مطلع بعدی آن است که سیدن استاد رضوان علی در زیل این جمله و بلغنا اجلنا الذی اجلت لنا فرمون که گرچه منظور از این اجل پایان عمر است یا رسیدن احتضار یا برزخ یا مثلا رسیدن قیامت است، لکن محتمل است که منظور از این بلغنا اجلنا الذی اجلت لنا موقعیت هستی باشد، درجه وجودی باشد که ما نائل شدیم. یعنی تبهکاران من خدایا ما در اثر اغوا و اذلال یکدیگر از یکدیگر لذت بردیم و به حدی رسیدیم که الان شما میبینید، یعنی به این درجه از شقاوت رسیدیم. گرچه قول غالب مفسرین که فهمان بلغنا اجلنا الذی اجلت لنا مطابق با معهود کلمه اجل است که اجل همون مدت مضروب است
که به پایان میپذیرد. ولی ایشون فرمان سیاق شهادت میداد که منظور از این اجل مون مدت و امد نیست. اگر منظورشون از سیاق آینده باشد که چنین شهادتی نمیدهد، اما اگر سیاق گذشته باشد البته شهادت میدهد. ونتی ربنا استمتع بعضنا ببعض و بلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، یعنی ما در این تمتع متقابل به جای رسیدیم که الان تو میدانی، هر کسی به هر حدی رسید که الان پیش شما معلوم است. لذایشون به قرینه گذشته این عجل را همون درجه از شقاوتی که اینها به اون درکه یا درجه رسیده اند تفسیر میکنن. مطلب بعدی آن است که این که ذات اقدس را فرمود النار و مسواکم خالدین فیها الا ما شاء الله، اگر این الا ما شاء الله معنای کلامی داشت که استثنا نیست، معنای کلامی الا ما شاء الله نظیر معنای کلامی الا ما شاء ربک که در سوره هود بود، اونجا معنی استثنا نیست، معناش این است که بهشتی ها مثلا در بهشت مخلدن، این چه نیست که از مشیت الهی به در آمده و به خارج باشد. خلود بهشتی ها در بهشت بر اساس مشیت الهی است، رو قدرت الهی است، نه اینکه حالا اینا ابدیان و از قدرت خدا بیرون رفته. چه این که ابدیت جهنم هم بر اساس مشیت خداست، چه این استثناء میخواد اون معنای کلامی را بفهماند نه که یه عده را خارج کند. ولی اگر نه استثناء ادبی بود، خاص عده رو خارج کند، گرچه استثنایی که بعد از جمله متعدد آمده است اون جمله اخیری قدر متیقن و شمول است، ولی احتمال اینکه هر دو جمله را شامل بشود هست. یعنی اگر ما چند تا مستثنا من داشتیم، یک مستثنا در پایان اونها ذکر شد، گرچه اخیری قدر متیقن است چون به اون نزدیک است، ولی احتمال اینکه به ما قبل اخیر هم سرایت بکند هست. اگر این الا ما شاء الله معنای ادبی داشت نه معنای کلامی و خاص استثناء بکند، استثناء هم اخراج ما لولاه دخل است، گرچه نسبت به خلود قدر متیقن است که خالدین مطلب دوم است، اما اولی را هم ممکن شامل بشود. یعنی بعضی ها مشمول عفو باشند اصلا وارد جهنم نشوند، بعضی ها که وارد جهنم شدند ممکن است مخلد نباشند و از جهت خلود منقطع الاخر باشند، به هر دو قابل برگشت است. اما اینکه گفته شد به اینکه منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، اون یکی از آیات مشکلی است که بحث خاص خود را دارد، که همگان وارد جهنم میشوند یعنی چه؟ آیا ورود در اونجا معنی دخول است یا ورود در اونجا نظیر اون چرا که در باره موسی کریم سلام الله علیه آمده است که وقتی از مصر به طرف مدین حرکت کرد خدا هم فرمود که فلان ما ورد ما مدین وجد امتن یسقون، ورد ما مدین نه یعنی وقتی تو شاه رفت، تو آب رفت، وقتی به جایی که آب میگیرن وارد شد یعنی مشرف شد، دید یه عده ای از دامدارها برای دامشون آب میگیرن و وجد من دونهم امرأتین تزودان. خب گفتن اونجا ورده معنای اطلاع و اشرفه است نه معنای دخول، و کریمی که میگوید این منکم الا واردوها، اون هم به معنای دخول نیست، معنای اطلاع و اشراف است. به هر تقدیر آیا معنای دخول است یا معنای اشراف در همون آیه خاص خود باید بحث بشود. ادی هم وارد می شوند دخلناها و وردناها جزناها و هی خامده، که بعد میگن ما از این جهنم عبور کردیم در حالی که جهنم خاموش بود. خب که اون دیگه از آیات دشواری است که در بحث خاص خود باید مطرح بشود. مطلب بعدی آن است که کریمی که میگوید من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، این دلیل محکوم ادله دیگری است که خدا میفرماید یبدل الله سیئاتهم حسنات، یا میفرماید او ستار است، یا او یکفر الذنوب مانند اون.
همونطوری که محکوم ادله غیبت و مانند آن است. بیان ذلک این است که در باره غیبت آمده که اگر کسی غیبت برادر مؤمن را کرد، حسنات او به نامه عمل اون شخص غیبت شده نوشته می شود، یا سیئه اون شخص غیبت شده در نامه اعمال غیبت کننده نوشته می شود. لذا غیبت کننده می بیند یک کار خوبی کرده، حسنه ای دارد، ولی در قیامت اون حسنه را نمی بیند. یک گناه نکرده را در قیامت در نامه اعمال او می نویسند، او را می بیند. سوال می کند اون حسنه ای که من انجام دادم ندیدم و این سیئه ای که می بینم مال من نیست. جواب دادن که سببش همون غیبتی است، سلب حیثیتی است که از دیگران کردی، آبروی دیگران رو در جلسه بردی، این باعث نقب انتقال شد. خب البته این علاهده باید بحث بشه، این سادگی نیست که نقل اعمال یعنی چه، کیفیت نقل اعمال چیست. ولی به طور اجمال آیه که میگه یبدل الله سیئات حسنات، یا آیه تکفیر سیئات، یا آیه نقل و تبدیل سیئات، یا نصوصی که دلالت بر نقل میکند، همه این ادله نقلی حاکم بر اطلاق دلیل نقلی دیگر است. اون دلیل میگه من یعمل مثقال ذره شرا یره، من یعمل مثقال ذره خیرا یره. یعنی هر کسی اندل موت یه مثقال ذره خیر داشته باشد، یه مثقال ذره شر، اینا رو در قیامت میبیند. ولی در حین عمل ممکنه خیلی از کارها رو کرده باشد بعد جابجا شده باشد. اگر نصوص دیگری گفت اعمال غیبت کننده را به حساب دیگر مینویسن، حاکم بر این من یعمل مثقال ذره است، برای اینکه میگوید عمل او نیست. اگر کسی عملی را انجام داد و صاحب اون عمل بود، او را میبیند. لذا در قیامت اساس کاری است من جائب الحسنه فله عشر امثالها، یعنی اگر کسی حسناتی داشت، حسناتی را مرتکب شد، این یک کاری نکرد که این حسنه به سیئه تبدیل بشود، کاری نکرد که این حسنه از او منتقل بشود، کاری نکرد که این حسنه حبس بشود، این حسنه را نگه داشت حال دم مرگ، با اون حسنه مرد، اونگاه در قیامت جائب الحسنه می شود فله و عشر امثاله. نه من فعل الحسنه، نه من عطا بالحسنه، بلکه من جائب الحسنه. خب بنابراین منافاس ندارد که ادله دیگر حاکم بر این باشد. مطلب دیگر اون است که این من یعمل مثقال ذره خیرا یره، من یعمل مثقال ذره شرا یره، معناش این نیست که هر کسی یک مثقال ذره عمل کرد برابر اون ذره پاداش میبیند. این رؤیتش خبر داد، نه پاداش و کیفر را. ممکن است مثقال ذره شر کرده باشد، خدا نشانش بدهد، بگوید این کارهای شب تو بود، به ما با برکت فرون دعا، تبصر، شفاعت یا فرون کار خیر از تو گذشتیم. چه که در موقع محاسبه این چنین است. خدا اگر بخواهد حیثیت کسی را حفظ بکند، در نصوص جریان قیامت این چنین آمده است که با اینکه عده زیادی کنار هم هستند، ذات اقدس اله حساب اون شخص را طرز بررسی میکند که همه اعمال او را به اون نشون میدهد، در حالی که کسی که در کنار او هست هیچ آگاهی از کیفیت محاسبه او ندارد و نمیبیند. خدایی که بخواهد ستاران آبروی او را حفظ بکند، اعمال او را طرزی بررسی میکند که حسنات او و سیئات او را نشان او میدهد و دیگری بیخبر است. بنابراین من یعمل مثقال ذره شرا یره، معناش نیست که من یعمل مثقال ذره شرا یعاقب علیها، ممکنه مورد تکفیر باشد، یکفر الله سیئات باشد، ممکنه تبدیل باشد، یبدل الله سیئات حسنات و مانند. مطلب دیگر آن است که همونطوری که بعضی از آیون فرمودن، گرچه روایات و آیات خونده شده اصل مسئله رو تثبیت کرده است،
اما این بیان شریف در کتاب وسائل ابواب مقدمه عبادات باب 18 حدیث 5 آمده است، یه حدیث بسیار جالبی است که میتواند جامع اون حرفا و شاهد سخنان قبلی باشد. عنوان باب هم این است که استحباب الاتیان بکل عمل مشروع روی له ثواب عنهم، که حدیث من بلغ در این باب است. حدیث 5 این باب این است که از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند، ان آبائه علیهم السلام که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له و من اوعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار. هر عملی را که ذات اقدس اله وعده ثواب اون را داد، کسی اون عمل را انجام داد، یقینا خدا انجاز وعد میکند، هرگز تخلف نمیکند، چون خلف وعده قوی هست و محال. دلیل نقلی هم که تأیید میکند که ان الله لا یخلف الوعد. اما و من اوعده علی عمل عقابا، اگر ذات اقدس اله وعید عقاب نسبت به یک عملی داد که اگر کسی فلان گناه را مرتکب شد به فلان وعید و کیفر مبتلا می شود، اونگاه فهو بالخیار، می خواهد عقاب می کند، اگر حکمت و مصلحت او بود عقاب می کند و اگر حکمت و مصلحت در عفو بود عفو می کند. این تأیید می کند به این که وعیدها یعنی عقابها بالوعید است نه بالاخبار، چون که ثوابها هم بالوعد است نه بالاخبار. اصل بهشت و جهنم این که فی الآخرت عذاب شدید و مغفرت من ربهم و رضوان من الله، این سه قسمی که در سوره مبارکه حدید مانند آمده اینها خبر است. اما این که اگر شخصی فرون کار را کرده است فرون ثواب را می دهیم، این وعده است و یقینا خدا انجاز وعد می کند طبق بحثا گذاشته. و درباره گناه فرمود اگه کسی فرون گناه را کرده است خداوند چنین کیفری میداد، این وعید است و انشاست فهو بالخیار، نه اینکه این خبر باشد. اگر خبر باشد که دیگه بالخیار نیست که بخواهد بکند یا نخواهد بکند، چون اگر نخواهد بکند میشود کذب، میشه قبیح و محال. در نهج البلاغه هم از این تعبیرات وعد و وعید برابر قرآن کریم نظیر اون که در قرآن کریم آمده است کم نیست. در خطبه اول نهج البلاغه که خطبه مبسوطی است، در بخشای پایانی همون خطبه اول که خطبه مفصل است، جریان قرآن را که تشریح میکند فرماید کتاب و رب بکن فیکم مبینن حلاله و حرامه و فرائزه و فضائله و ناسقه و منسوخه و رخصه و عزائمه. بعد به اینجا میرسد من کبیر اوعد علیه نیرانه او صغیر ارسد له غفرانه. فرمود همه حرام ها را خدا مشخص کرد، یا گناه زن به کبیر است که خدا به آتش قیامت ایعاد کرد، یعنی وعید داد، یعنی تهدید کرد. سخن از اخبار نیست که ذات اقدس اله خبر بدهد که اگر کسی معصیت کرده است به جهنم می رود. تا این خبر باید صادق باشد و مستحیل الکذب، بلکه وعید است و انشاست نه خبر. لذا همون حدیثی که در باب 18 ابواب مقدمه عبادات آمده است، فهوه بالخیار، اگر خاص عذاب می کند و اگر خاص عذاب نمی کند. چون که در خطبه 86 نهج البلاغه در اواسط اون خطبه این چنین آمده است، وقتی حضرت خواست مردم را موعظه کند فرمود به این که وعلقا علیکم المعذره و اتخذ علیکم الحجه و قدم الیکم بالوعید. خدا برای گناهان وعید داد، تهدید کرد، شما رو انذار کرد،
پس معلوم می شود قالب اون چه که به صورت جمله خبریه آمده است، اینا جمله خبریه است که به داعی انشاء القا شده و می شود وعید، و چون وعید است در ذیل همین آیه محل بحث آمده است که ان ربک یا ان الله حکیم و علیم، البته حکیمانه کار بکند، ببیند کجا مصلحت است عفو میکند، کجا مصلحت نیست عفو نمیکند. مطلع بعدی در ذیل کذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون، این روایت مرسلی بود که دیروز از تفسیر فخر رازی نقل شده است. ایشون در جریان ابازر نقل کرد که ابازر به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم پیشنهاد سمت و امارتی داد و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق این حدیث مرسل مثلا گفته باشد تو ضعیف هستی و امارت امانت است. هر مطلب درباره این نقل جناب ابیذر است. اولا این سند اون چنانی ندارد، یه مرسل بیش نیست. و ثانیاً نمی‌شود گفت که ابیذر انسان ضعیف بود و فاقد قدرت اجرایی و تدبیر بود، برای که در جریان شرح حال ابیذر رضوان الله علیه آمده است که در سال 8 هجری بود ظاهراً که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یک جنگی و جبهه‌ای و غزوه‌ای را در پیش داشتند، از مدینه خارج شدن، وجود ما را که از تعمی سلام الله علیه هم در معیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، به وجود ما را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این جریان ابیذر را جانشین خود در مدینه کرد. خب اگر کسی نتواند جانشین پیغمبر باشد و شهری را در حالت جنگ اداره کند که حضرت او را جانشین خود قرار نمی داد که، پس معلوم شد قدرت تدبیر داشت، قدرت اجرایی داشت و می توانست در شرایطی جانشین پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد. این اولا. پس اولا اون حدیث مرسل است و ثانیا این مورد نقض هم دارد. و اما ثالثا حالا برفرض ابوذر رضوان الله علیه نتواند کارهای اجرایی بکند، این ذره از عظمت او، از ولایت او، شهامت او، شجاعت او و صدیق بودن او که از ابرار هست، از مقربین هست، نمی کاهد. حالا فرض کنید شما یک فقیه نامی، یک مرجع تقلیدی نتواند حالا قدرت اجرایی داشته باشد، این چنین نیست که حالا نقص عظمتی او باشد. درباره ابوذر چیزهایی نقل شده است که درباره خیلی از اوحدی از اصحاب نقل نشده. همین جریانی که مرحوم کلینی نقل کرد دیگران نقل کردن، این دیگه مخصوص ابیذر رضوان الله علیه است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ما اقلت القبرا ولا اذلت الخضرا الا ذی لهجه استق من ابیذر، زمین هیچ کسی را رو دوش خودش جا نداد، اغلال نکرد، یعنی بار او را حمل نکرد، و آسمان سبز بر بالای سر هیچ کسی سایه نینداخت که از ابیذر راستگوتر باشد. خب این جزء برجسته ترین فضایل است. این در بسیاری از جوامع ترجمه هست، کتاب های رجال هست، کتاب های تاریخ هست. و اصولا ابیذر رضوان الله علیه شخص استثنایی هم بود است. حتی در تلیعه اسلام وقتی که شنید پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مکه ظهور کرد، برادرش فرستاد تا استخبار کند. برادرش آمد و حضور پیغمبر و وضع را دید و برگشت و گزارشی داد که ابوذر را قانع نکرد. گفت اون کسی که پیغمبر است و دعایه دارد غیر از اون مقدار کمالاتی است که تو برای من نقل کردی، که گفتی او حرفایی دارد که شبیه شعر شاعران نیست و امثال ذلک، نه او با چیزهای دیگر هم آورده باشد. لذا خودش آمد، مخفیانه هم آمد بدون اینکه کسی بداند در مسجد بود. شب هست امیر او رو مهمان کرد و چیزی هم نگفت. باز فردا منتظر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، باز خدمت حضرت نرسید و باز تنها شب را به سر بود. باز وجود مبارک است امیر او رو مهمان کرد. بعد حضرت بود که برای چی آمدی، چی میخوای در این شهر؟ گفت اگر مثلا محرم اسراری بگویم. گفت بله. گفتم برای بررسی کسی که داعی نبوت دارد آمدم. گفت بسیار خوب، او رو خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فردا برد و اونجا ایمان آورد بدون اینکه از پیغمبر معجزه طلب بکند. خب حالا
مأموریت او این نبود که علنی کند جریان را. آمده بیرون گفت من اون نیستم که مسلمان مخفی باشم. همونجا شهادتین رو جاری کرد و همونجا صنادید قریش ریختن، اونقدر زدن که عباس عموی پیغمبر آمده گفته شما نشناختید این کیه. حالا اون روز که هنوز ابوذر به عنوان ذی لهجه معروف نبود، گفت این ابیذر قفاری است، قبیله بنی قفار، اینا محلشون سر راه تجارت شما، شما برای تجارت که از مکه به شام میروید از سر راه روستاهای اینا میگذرید، اینا از شما انتقام میگیرن. با این وضع عباس باعث شد که از زدن ابیذر صرف نظر کردن. فردا هم ابیذر رضوان الله علیه همین شهادتین رو فریاد کرد، بازم اون چنان زدن که باز دیگر عباس رو چیزد. یه همچه عنصری بود بالاخره. یه آدم چیز فهمی هم بود، نه تنها انقلابی بود، مبارز بود، زندانی بود، مفسر عظیمی هم بود. این دید در جلسات قرائت قرآن بنی امیه در دربار اموی در شامی که تبعید شده بود، اینا این آیه سوره مبارکه توبه را که والذین یکنزون از ذهب و الفضه، به دستور معاویه این واو والذین را خواستن نخوانن که این الذین عطف بیان بشود برای احبار و رهبان. منظور معاویه این بود که وقتی این واو نباشد، این الذین عطف بیان بشود برای احبار و رهبان، اونگاه احبار و رهبان اگر اکتناز کنن، ثروت اندوزی کنن، تکاثر داشته باشن بد است، اگه مسلمان ها داشته باشن بد نیست. یه همچه دسیسه معاویه داشت. اونجا بود که ابوذر تبعیدی شمشیر رو دوشش گذاشته گفته لا از او سیف من آتقی حتی توز الوافی مکانه ها، من این شمشیر را از دوشم بر نمی دارم مگر اینکه این واف با سر جا خودش باشه. خیلی از اون افراد آمینه می دونستن حالا واف اینقدر ارزش داره که ایشون شمشیر کشیده. فرمود شما نمیدونید، اولا قرآن است، یک واوش نباید کم و زیاد بشه. سنن دسیسه اموی درباریان بنی امیه این است، بالاخره اون واو محفوظ بود. دقیق بینی و تیز بینی ابوذر این بود که به معاویه و مسئولین دربار معاویه میگفت شما هی بگید بیت المال بیت المال بیت المال، باید این رو روشن کنید، این الف و لام عوض مضافله ایه، شما منظورتون چیه؟ چون معاویه گفت بیت مال الله بیت مال الله، گفت این چنین اشتباه نکن، عوام فریبی نکن، این بیت مال الله نیست، این الف لامی که اینجا هست عوض مضافله ایه، اون مضافله مسلمینه نه الله، بیت مال المسلمینه. تو خواستی بگی بیت مال الله هست، بیت مال الله هست که این اموال را هر چه خواستی تصرف بکنی، بعد بگوی بسیار خوب اگه من خلاف بکنم صاحبش خداست، من در قیامت جوابش میدم، تو هم که به قیامت معتقد نیستی، این مال مال مسلمینه، تو اگر خلاف کردی جوابگوی مسلمان ها باید باشی. این دو تا خطر داشت، یکی مسلمان ها را علیه او میشورون، یکی دستش هم کوتاه میکرد، از طرفی هم مسلمان ها را آگاه میکرد که بیت المال بیت المال بیت مال الله نیست، بیت مال المسلمین است. خب شما باید از انوار خونتون حفاظت کنید. یه همچه آدمی بود. ممکن است کسی نفهمد یا بفهمد و جرأت اظهار نداشته باشد، اما او خوب میفهمید و خوب هم اظهار میکرد. لذا شما بینید بزرگانی که نظیر مرحوم شیخ طوسی، اینا نام شریف ابوذر را به عنوان جندب ابن جناده در کتاب رجال میارن، شیخ طوسی یا علامه یا بزرگان دیگر میارن، میگن او احد الارکان الاربعه است، علیه رها الحدیث، رها یعنی سنگ آسیا، و هو یعلم منی ان محلی منها محل القطب من الرها، رها همون سنگ آسیا است. فرمودن علیه رها الحدیث، رها سنگ آسیای حدیث رو قطب ابوذر داره میگرده. یه همچه آدمیه. خب و جز ای کسانیست که بهشت مشتاق او، ان الجنت تشتاق و الى اربع، یکی از اونها ابوذر رضوان الله علیه است. وجود مبارک امام صادق سلام الله در باره عظمت ابوذر فرموده است بین که ابوذر کسی بود که بعد از اینکه رسول خدا صلی الله علیه و سلم رحلت کرده است، ارتد الناس بعد النبی،
که این ارتداد عن اسلام نیست، ارتداد عن الولایه است، وگرنه حکم مرتد بر اونها جاری میشد. حکم مرتد فقهی بر اونها جاری نیست. اینو نه ارتداد فطری داشتن نه ارتداد ملی بحث بکن فقهی. تو بحثای کلامی مرتد شدن. ارتد الناس یعنی ارتد عن الولایه، نه عن اسلام که بشن مرتد و حکم فقهی مرتد بر اونها جاری بشن. ارتد الناس بعد النبی صلی الله علیه و سلم الا ثلاث یا اربع، سلمان بود و ابوذر بود و مقداد. خب چنین آدمی بهشت مشتاق اوست. چرا؟ برای اینکه بهشت را بهشتی می سازد. یه عده‌ای روی لطف الهی، کرامت الهی، فضل الهی به بهشت می روند، اما اونها که مقام رضوان راه پیدا کردن، جنات تجری من تحت الانهار محصول کار اونهاست. اگر محصول کار اونهاست، خب هر محصولی از محصول خود لذت میبرد. وجود بارک از دمی سلام الله علیه اونطور که در نهج البلاغه آمده است، همون خیر من الخیر فاعله. این اصل کلی عقلی هم هست. یعنی بالاتر از هر کار خیر صاحب خیر است. بالاتر از نماز نمازگزار است. بالاتر از روزه روزگیر است. یه حقیقت صلاتی است که از صلات و عمود الدین، البته اون حساب خاص خود را دارد. اما نمازی که زید خونده است، البته زید بهتر از نماز خودشه. روزه‌ای که عمر گرفته است، عمر بهتر از روزه‌ای که گرفته. چون این اثر اوست، کار اوست. خب اثر که از مؤثر قوی‌تر نیست، فعل که از فاعل بالاتر نیست. خیر من الخیر فاعله، چون که شر من الشر فاعله. بدتر از دروغ دروغ گوست، بدتر از غیبت غیبت کننده است، بدتر از ربا و رشوه رباخار و رشوه بگیر است. برای که این رشوه فعل اوست، این اثر اوست. مگر اثر از مؤثر قوی تر می شود؟ این دوتا اصل نورانی که در نهج البلاغه آمده است از امهات مسائل عقلی هم هست. و اگر کسی به مقام رضوان رسیده است، جنت اثر اوست. رضا بهشت مشتاق مؤثران او هستند. ان الجنه تشتاق الی اربع، که یکی از اونها وجود مبارک ابیذر رضوان الله تعالی علیه است. بنابراین جناب فخر رازی باید بداند به اینکه اولا این حدیث مرسل است، معتبر نیست، و ثانیا با اون جریانی که در استخلاف ابیذر رضوان الله تعالی نقل شده است مخالف است. و ثالثاً بر فرض حالا اگر کسی نیروی اجرایی نبود، نقصی هم نیست، و خود جناب فخر رازی هم در صدد تنقیص ابوذر رضوان الله علیه تعالی هم نبود و نیست، ولی خواست بگوید به این که هر کسی بالاخره یک کار خاصی دارد، یک سمت مخصوصی دارد. حالا چون فردا آخرین روز است، امروز رو ما به پایان میبریم. والحمدلله رب العالمین.